13 شوایک در مراسم تدهین واپسین. کشیش از کرد دست زیر چانه، غرق در مطالعه بخشنامه‌ای بود که از سربازخانه همراه آورده بود. این دستورالعمل محرمانه به شرح زیر بیان مقصود می‌کرد: وزارت جنگ امپراتوری در طول جنگ مقررات مربوط به تدهین واپسین سربازان در خطر مرگ را موقوف و مقرر می‌دارد که ترتیبات زیر از طرف کشیش‌های نظامی رعایت شود. 1. در جبهه مراسم تدهین واپسین حذف می‌شود. 2. برای سربازانی که بیمار و یا مجروح دم مرگ هستند، عزیمت به پشت جبهه برای مراسم تدهین واپسین ممنوع است. کشیش‌های نظامی مکلفند که متخلفین از این دستور را به مقامات نظامی مافوق معرفی نمایند تا مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. 3. در بیمارستان‌های نظامی پشت جبهه کشیش‌های نظامی مجازند مراسم تدهین واپسین را به طور دست جمعی با نظر موافق پزشکان نظامی، البته در صورتی که این موافقت مزاحمتی برای مقامات نظامی مذکور فراهم ننماید، برگزار کنند. 4. در موارد استثنایی فرماندهی بیمارستان‌های نظامی پشت جبهه می تواند با انجام مراسم تدهین واپسین در صورتی که لازم تشخیص دهد موافقت نماید. 5. به دعوت فرماندهان بیمارستان‌های نظامی کشیش‌های نظامی مکلفند مراسم تدهین واپسین را درباره کسانی که از طرف فرماندهان مذکور پیشنهاد می شود انجام دهند. آنچه بیش از بخشنامه مورد توجه کشیش اسکر قرار گرفته بود، نامه‌ای بود که از فرماندهی بیمارستان میدان کارل دریافت کرده بود که او را دعوت می کرد فردای آن روز برای انجام مراسم تدهین واپسین درباره سربازان به سختی مجروح به آنجا برد. میبینید شوایک چه وقاحتی دارند؟ انگار در تمام پراگ کشیش اسکر فقط من هستم. چرا همین کشیش اسکر انقدر مؤمن و مقدس رو که اون شب منزل ما خوابید صدا نمی کنن؟ من باید مراسم تدهین واپسین رو برای سربازان در بیمارستان میدان کار برگزار کنم. بر شیطان لعنت، من اصلا یادم نیست این مراسم چطور برگزار میشه. شوهر جواب داد: کار خیلی ساده است جناب کشیش اسکر. ما باید یک کتاب دستور مراسم مذهبی بخریم. این یک کتاب راهنما برای شبان معنوی است که راه چراگاه را گم کرده است. دیراموس در پراگ چند سال پیش یک باغبانی داشت که می‌خواست خادم مذهبی بشه. یک ردا بهش دادن که روی لباس معمولیش بپوشه. بعد یک کتاب دستور مراسم مذهبی خرید که بفهمه چطور باید دست‌هاشو به علامت صلیب بالا و پایین ببره، یا چه کسی از معصیت کبیره مبراست، یا وجدان پاک چه معنی داره، و خلاصه از این جور چیزها رو یاد بگیره. وقتی همه اینها رو یاد گرفت، شروع کرد به فروختن قاچاقی گوجه فرنگی های دیر، و بعد از اینکه نصف محصول رو فروخت مجبور شد با سرفکندگی دیر رو ترک کنه. وقتی من اون رو دوباره دیدم گفت: بدون یاد گرفتن دستورالعمل مذهبی هم میتونستم گوجه فرنگی بفروشم. شوایک رفت یک کتاب دستور مراسم مذهبی خرید و کشیش اسکر مدتی آن را ورق زد. عاقبت گفت: عجب، مراسم تدهین واپسین رو باید کشیش با روغن تبرک شده به وسیله اسقف انجام بده. میبینید شوایک، مثلا شما نمیتونید این مراسم رو برگزار کنید. بخونید ببینید ترتیب کار به چه شکلیه. شوایک خواند:
کشیش باید با روغن متبرک اعضای اصلی حواس پنجگانه را چرب کند و این دعا را بخواند. امیدواریم که با این تدهین مقدس و با رحمت بیپایان خداوند گناهانی که به وسیله چشمها، گوشها، دماغ، دهان، دستها و پاها مرتکب شده ای مورد عفو قرار گیرد. ببینم شوایک، خیلی دلم میخواد بدونم چطور انسان میتونه به وسیله دستهاش مرتکب گناه بشه. ممکنه شما در این زمینه منو روشن کنین؟ شوایک گفت خیلی گناهان جناب کشیش است کرد. مثلا وقتی کسی دستش رو توی یک جیب غریبه میکنه، یا مثلا موقع رقص دو نفری، چون برای اونهایی که میرقصن دست زدن ممنوع وجود نداره. کشیش پرسید به وسیله پاها چطور؟ شوایک گفت وقتی کسی مخصوصا یه پاش روی زمین میکشه که دل مردم رو به رحم بیاره، به وسیله دماغ چطور؟ وقتی کسی حاضر نیست بوی هم نوع خودش رو بشنوه، به وسیله دهن چطور؟ شوایک وقتی کسی اونقدر گرسنه است که رزق همسایش رو هم میخوره، یا با پرچانگی سر آدمهای احمقی رو که به حرفش گوش میدن میخوره، این یکی در این حال گناه گوش هم هست. کشیش اسکر بعد از این مباحثات فلسفی خاموش شد. پس از مدتی سکوت را شکست و گفت در نتیجه ما روغن متبرک لازم داریم. این 10 کرون رو بگیرید و یک بطری از این روغن بخرید. البته بهتره اگه بتونید از تدارکات ارتش بگیرید و خیال نمی کنم این جنس رو داشته باشم. شوایک به جستجوی روغن متبرک به راه افتاد و خیلی زود متوجه شد که یافتن آن کار بسیار دشواری است. ابتدا به چند عطاری سر زد. به محض اینکه دهن باز می کرد بپرسد که آیا روغن تبرک شده به وسیله اسقف اعظم دارند یا نه، فروشنده ها می زدند زیر خنده یا آن طرف پیشخان قیبشان می زد و قیافه جدی شوایک اثری در روحیه آنها نمی کرد. وقتی این طور دید تصمیم گرفت بخت خود را در داروخانه ها بیازماید. اولین داروساز او را به وسیله شاگردش از در مغازه انداخت بیرون. دومی به یک بیمارستان تلفن زد و خبر داد که یک مورد جنون در مغازش پیدا شده. عاقبت سومی به شوایک مؤسسه پولاک در دلو آتریدا را که مرکز فروش روغن و رنگ و رنگ جلا بود توصیه کرد. نشانی درست بود. مؤسسه پولاک هیچ وقت نمی گذاشت یک مشتری دست خالی برگردد. به کسی که مثلا اساره کوپانیوا می خواست تربانتین می دادند و راضیش می کردند. وقتی شوایک تقاضایش را در میان گذاشت و تأکید کرد که حتما روغن متبرک می خواهد، صاحب مؤسسه به شاگردش دستور داد آیه توشل به این آقا 100 گرم روغن شاهدانه نمره 3 بدید. شاگرد وقتی بطری کوچک را در کاغذ میپیچید با لحن مؤدبانه تجاری گفت این بهترین نوع از این روغن هاست، محصول درجه 1. اگر بعد به قلمو و رنگ و رنگ جلا احتیاج داشتید مراجعه بفرمایید، بهترین انواعش رو داریم و در خدمت حاضریم. کشیش اسکر در انتظار مستر وفادارش کتاب دستور مراسم مذهبی را مطالعه میکرد تا درس هایی را که در مدرسه دینی خوب یاد نگرفته بود به خاطر بسپارد. از بعضی توضیحات ظریف خیلی تفریح میکرد. جملاتی نظیر اینها: اصطلاح تدهین واپسین از اینجا میآید که عملاً در قالب موارد آخرین روغنی است که کلیسا قبل از مرگ به تن مؤمنین میمالد. یا تدهین واپسین را می توان در باره هر فرد کاتولیکی که سخت بیمار است و هوش و حواسش کاملا سر جاست انجام داد. یا این جمله:
تدهین واپسین را حتی الامکان باید وقتی انجام داد که بیمار حافظه خود را از دست نداده است. یک سرباز نامه‌ای برای کشیش عسکر آورد که به او اطلاع بدهد اعضای انجمن بانوان متشخصه طرفدار تعلیم و تربیت دینی سربازان در مراسم روز بعد حضور خواهند داشت. این انجمن از پیرزنان خلوضعی تشکیل می‌شد که از این مریضخانه به آن مریضخانه می‌رفتند و بین سربازان تصاویر مقدسین و جزوه های قصه‌ای توضیح می کردن که قهرمانان آنها همیشه سربازان کاتولیک خوشبخت از جانبازی در راه امپراتور بودند. این جزوه ها مصور بودند. در آنها یک میدان جنگ پوشیده از اجساد آدم ها و اسب ها و گاری های شکسته و توپ های سرنگون دیده می شد. افق را دهکده های شعله‌ور و توپ های شرمپر در حال آتش از هر سو می پوشاند. در صحنه اول تصویر یک سرباز که گلوله توپ پایش را قطع کرده بود دیده می شد که از دست یک فرشته تاج گلی می گرفت. روی روبان پهن تاج گل این کلمات دلنشین خوانده می شد: امشب تو با من در بهشت خواهی بود. سرباز دم مرگ طوری تبسم میکرد که انگار یک نوشیدنی خنک به او تعارف کردند. کشیش عسکر نامه را خواند، سپس توف بر زمین انداخت و فریاد زد: فردا روز واقعا خوشی خواهیم داشت. این زنها را که دسته زهد فروشان ماده لقب داده بود خوب میشد، زیرا آنها را غالبا در خطبه های سنت این یاس خود دیده بود. این مربوط به زمانی بود که با سادگی و صداقت یک روحانی جوان موعظه می کرد. این خانم ها روی نیمکت پشت سر سرهنگ می نشستند. یک بار دو نفر از این پیرزنان بلند قد سیاه پوش که تسبیح های بلندی به گردن های لاغر خود آویخته بودند دم در خروجی به انتظارش ایستاده و مدت دو ساعت درباره تعلیم و تربیت دینی سربازان با او صحبت کرده بودند. بحث آنها تمام شدنی نبود تا آنکه کشیش عسکر کلامشان را برید و گفت: عذر میخوام خانم ها، سروان برای بازی ورق منتظر منه. شوایکی که از خرید برگشته بود با لحن رسمی گفت: خبر خوش دارم جناب کشیش عسکر، روغن متبرک رو پیدا کردم. روغن شاهدانه نمره 3، مرغوب ترین جنس. با این روغن میتونیم یک فوج کامل رو روغن مالی کنیم. مؤسسه پولاک بهترین اجناس پراگ رو داره، رنگ و روغن جلا و قلمو هم داره. الان دیگه غیر از یک زنگ چیزی کسر نداری. کشیش پرسید: زنگ برای چه کاری شوایک عزیز؟ شوایک گفت: چطور برای چه کاری؟ تمام راه باید زنگ بزنم که مردم موقع عبور روغن نمره 3 کلاهشون رو از سرشون بردارن. این همیشه رسم بوده و من خیلی ها رو میشناسم که زندان افتادن برای اینکه موقع عبور کشیش و ظرف روغن کلاهشون رو بر نداشتن. در ژیژکوف یک دفعه یک کشیش یک مرد کوری رو به باد کتک گرفت که چرا در همچین موقعی کلاهش رو بر نداشت. و تازه این بینوا چند ماه هم زندونی کشید برای اینکه ثابت کردن که کرولال نیست و فقط کوره و اگر ندیده باید شنیده باشه و رفتارش باعث سر و صدا و رسوایی شده. خلاصه آدم‌هایی که معمولاً به ما اعتنایی نمی‌کنن مجبورن کلاهشون رو بردارن. اگر اجازه بدید الان میرم یک زنگ تهیه میکنم. اجازه صادر شد و شوایک نیم ساعت بعد با یک زنگ برگشت و گفت: این زنگ دربان رستوران کریتسه، به قیمت 5 دقیقه دلهره برام تموم شد، ولی مجبور شدم مدت زیادی منتظر بمونم برای اینکه مدام از اون جلو آدم رد میشد. کشیش گفت: شوایک من میرم کافه، اگه کسی اومد با من کار داشت بگید منتظر بمونه.
هنوز یک ساعت نگذشته بود که شواک در را به روی مرد میانسالی صاف و کشیده مثل یک عصا با موهایی فلفل نمکی و نگاهی تند باز کرد. ظاهرش او را آدم سمج و خبیثی نشان می‌داد. طوری چشم‌های پرخشونت خود را می‌گرداند که گویی مأموریت دارد کره ارض را برای همیشه نابود کند، آنچنان که جز مشتی خاکستر از جهان نماند. زبان تند و خشنی داشت و هر جمله‌اش امریه‌ای بود. خانه نیست؟ رفته کافه؟ باید منتظرش بمونم؟ تا فردا هم وقت دارم. پس پول داره بره کافه، اما نداره قرضهاش رو بده. تازه کشیش هم هست، بامزه است. روی زمین مطبخ تف انداخت. شوایک در حالی که سراپای این آدم پررو را با علاقه خاصی برانداز میکرد گفت: آهای، لطفاً اینطور تف نندازید. مرد جواب داد: هر قدر هم دلم بخواد تف میکنم، مثلا اینجوری. قول را با فعل توأم کرد و افزود: دیگه گندشو در آورده، یک کشیش عسکر واقعا خجالت آوره. شاید به او تذکر داد: شما که مدعی هستید تربیت شده هستید، سعی کنید این عادت کثیف تف کردن در خونه دیگران رو ترک کنید. شاید خیال میکنید در زمان یک همچه جنگی آدم هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. بله؟ خواهش میکنم مثل یک آدم مؤدب سر جاتون بشینین و کار آدمهای لات و عرازل رو نکنید. یعنی باید مؤدب باشید، درست حرف بزنید و کثافتکاری نکنید. خوب شیر فهم شد؟ غیر نظامی بیمخ. مرد بیادب آشفته از جا برخاست، در حالی که به یک لرزش عصبی دچار شده بود فریاد زد: چطور جرأت میکنید این طور با من حرف بزنید؟ یعنی من یک آدم مؤدب نیستم؟ اگر مؤدب نیستم پس چی هستم؟ شوایک چشم به صورت او دوخت و جواب داد: یک خوکچه بی تربیت. طوری روی زمین تف میکنید که انگار توی تراموای یا توی ترن یا یک محل عمومی دیگه هستید. اینجور جاها همیشه از خودم میپرسیدم چرا از این تابلوهای تف کردن ممنوع میگذارن. حالا میفهمم چرا. این تابلوها رو برای امثال شما میزنن. شما باید توی این جاهای عمومی آدم شناخته شده ای باشید. رنگ ملاقات کننده متوالیاً سبز و سرخ شد و سیلی از فحش و ناسزا بر سر شوهاک و کشیش اسکر جاری کرد. مرد بی‌ادب در پایان فریاد زد: هر دو دزد متقلب هستید، نوکر و ارباب خوب به هم می‌خورن. شوایک با آرامش پرسید: همه ی گفتنی ها رو گفتید؟ حرف دیگه‌ای هم دارید که پیش از این که از بالای پله ها بندازمتون پایین بزنید؟ و چون دید که طرفش برای نفس تازه کردن ساکت شده است و هیچ ناسزایی در خاطرش نمی رسد، سکوت او را موقع مناسبی برای اقدام یافت. در را باز کرد، ملاقات کننده مزاحم را طوری چرخاند که او خط سیری را که باید طی می کرد دید. بعد یک لگد به قسمت عقب بدن او زد. ضربت پایش آنچنان شدید بود که در خور بهترین بازیکنان فوتبال بهترین باشگاه بین المللی بود. حرکت سریع آقای بیادب در پلکان با این نکته‌گویی ظریف شوایک همراه بود. دفعه دیگه که به دیدن اشخاص میرید باید سعی کنید که رفتار مؤدبی داشته باشید. ملاقات کننده ی اخراج شده اکنون در کوچه قدم می زد و در انتظار مراجعت کشیش اسکر بود. شوایک پنجره را باز کرده و قدم زن خستگی ناپذیر را تحت نظر گرفته بود. عاقبت کشیش اسکر از راه رسید و مرد مزاحم را بالا آورد. در اتاق یک صندلی به او تعارف کرد و خود روبرویش نشست. شوایک با عجله یک سلفدان آورد و جلوی دست ملاقات کننده گذاشت. کشیش پرسید: معنی این کار چی بود شوایک؟
با عرض بندگی به استحضارتون میرسانم جناب کشیش عسکر، که این آقا یک ساعت پیش هم یک دفعه اومده بود اینجا و با هم حرفمون شد. مرافعه هم سر عادت توف کردنش روی زمین بود. کشیش گفت حالا ما رو تنها بگذارید شوایک، ما باید یک حسابی رو با هم تصویه کنیم. شوایک سلام نظامی داد. با عرض بندگی به استحضارتون میرسانم جناب کشیش عسکر، که شما را تنها میگذارم. شوایک به مطبخ رفت و گفتگوی تندی بین دو نفر شروع شد. کشیش عسکر گفت اگه اشتباه نکنم برای سفته‌تون اومدید. مرد گفت بله و امیدوارم. کشیش عسکر آهی کشید و گفت آدم خیلی اوقات در وضعیه که تنها کاری که میتونه بکنه اینه که امیدوار باشه. چه زیباست این کلمه امیدواری که بلافاصله کلمات دیگری رو متبادر به ذهن میکنه. ایمان، هم نوع دوستی. مرد گفت آقای کشیش عسکر، امیدوارم این مبلغی که به من بدهکارید. کشیش عسکر حرف او را برید. البته آقای محترم، من کاری نمیتونم بکنم جز این که تکرار کنم که این کلمه کوتاه امیدواری کاملا قادره که ما رو در مبارزه برای بقا یاری کنه. به این ترتیب شما هیچ وقت امید این که به طلبتون برسید رو از دست نخواهید داد. چه زیباست که انسان یک آرمان تزلزل ناپذیر داشته باشه، انسان با ایمانی باشه که با یک سفته قرض بده و امیدوار باشه که به موقع طلبش پرداخت میشه. امیدوار بودن و باز امیدوار بودن که من 1200 کرون بدهی شما رو میپردازم در حالی که فقط 100 کرون در جیب دارم. پس شما بله بله، ولی این یک کلاهبرداری آقا. کشیش گفت خونتونو کثیف نکنید آقای عزیز. مرد گفت تکرار میکنم که این یک کلاهبرداریه، یک خیانت در امانته. کشیش عسکر گفت خیال میکنم کمی هوای تازه حال شما رو جا میاره. واقعا هوای اینجا خفه کننده است. و طوری صدا را بالا برد که در مطبخ هم شنیده شود. گفت شوایک یک دقیقه بیایید اینجا، این آقا علاقه داره بره کمی هوا بخوره. شوایک آمد و گفت با عرض بندگی به استحضارتون میرسونم جناب کشیش عسکر، که من این آقا رو یک ساعت پیش هم یک دفعه از خانه بیرون کردم. کشیش عسکر دستور داد یک دفعه دیگه هم همون کارو بکنید. شوایک بلافاصله با خوشحالی دستور را اجرا کرد. وقتی در را بست گفت امرتون انجام شد جناب کشیش عسکر. خوب شد پیش از این که یک رسوایی به بار بیاره بیرونش کردید. در مالشیچ یک کافه بود که همیشه مشتریهای شلوغ رو با ضرب چوب بیرون میکرد و موقع بیرون انداختن اونها از انجیل شاهد مثال می آورد. مثلا پدری که شلاق را از پسرش دریغ می کند او را دوست ندارد، آن کس که دوست دارد خوب تنبیه می کند. حالا می فهمی که اینجا نباید سر و صدا را بیندازی. کشیش عسکر بر سبیل شوخی گفت می بینید شوایک، اونهایی که احترام کشیش رو نگه نمی دارن چه به سرشون میاد؟ جان بوشدور مقدس میگه کسی که به کشیش بی احترامی میکند به عیسی مسیح بی احترامی کرده است. کسی که به عیسی مسیح بی احترامی میکند به کشیش که جانشین اوست بی حرمتی کرده است. اما باید خودمون رو برای فردا آماده کنیم. یک املت با ژامبون و یک عرق چای درست کنیم. در دنیا یک تیره آدم‌های سمج وجود دارد که هیچ چیز قادر نیست از مقصد بازشان دارد. آقایی که دو بار از خانه کشیش عسکر اخراج شده بود جزء این تیره بود. موقعی که شوایک مشغول تهیه شام بود زنگ در خانه صدا کرد. شوایک رفت در را باز کرد. برگشت و گفت جناب کشیش عسکر، همون یاروی یک ساعت پیشه، توی حموم زندانیش کردم که با خیال راحت بتونیم شام بخوریم.
کشیش گفت کار خوبی نکردی شوایک. مهمان حبیب خداست. در زمانهای قدیم اربابان بزرگ دلقک های بدقیافهی رو سر صفرشون می آوردن که سرشون رو گرم کنن. این آدم رو هم بیارید که دلقک ما باشه. مرد سمج در آستانه در ظاهر شد. کشیش عسکر با مهربانی گفت بنشینید، ما مشغول خوردن شام هستیم. اول خوراک خرچنگ و ماهی قزلالا خوردیم و حالا نوبت املت با ژامبونه. چه کنیم؟ خوب میخوریم، چون آدمهای احمقی پیدا میشن که به ما پول قرض میدن. مهمان ناخوانده گفت امیدوارم قصد سر به سر گذاشتن با منو نداشته باشید. امروز دفعه سومه که میام اینجا، باید هر جوری هست به یک توافقی برسیم. شوهای گفت با عرض بندگی به استحضارتون میرسونم که این آقا روی عجیب غریبی داره. منو به یاد یک یارویی به اسم بوچک اهل لیبن میندازه. یک دفعه در طول یک شب 10 دفعه پشت سر هم از کافه اکسنر بیرونش کردن. هر دفعه باز به بهانه‌ای که پیپش رو جا گذاشته برمیگشت. مرتب برمیگشت. حالا از پنجره، از در، از مطبخ، از دیوار باغچه، از زیرزمین، و اگه مامورین آتش نشانی که صاحب دکه فوری خواسته بود نرسیده بودن و از روی پشت بام پایینش نکشیده بودن، از دودکش بخاری برمیگشت. با این سماجت و پررویی باید قاعدتا وزیر یا وکیل مجلس شده باشه. مرد مزاحم تظاهر میکرد که چیزی از این ماجرا نمیشنود. با سماجت تکرار میکرد من میخوام وضع روشن بشه و میخوام که به حرف من گوش بدید. کشیش عسکر گفت بسیار خوب، لطفاً حرفتون رو بزنید. آقای محترم میتونید هر قدر دلتون میخواد حرف بزنید، ولی ما به ضیافت خودمون ادامه میدیم. امیدوارم که غذا خوردن ما شما رو ناراحت نکنه. شوایک میتونید شام رو بیارید. مرد سمج شروع کرد به صحبت. شما هم مثل من میدونید که ما در زمان جنگ هستیم. پولی که شما بدهکارید من پیش از جنگ به شما قرض دادم، و اگر جنگ نشده بود من برای پرداخت فوری اینقدر اصرار نمی کردم، ولی اخیراً تجربیات غم‌انگیزی داشتم. یک دفترچه از جیبش بیرون آورد و ادامه داد همه چیز توی این دفتر یادداشت شده. ستوان یوناتا 700 کرون به من بدهکار بود و با کمال گستاخی خودش رو در جبهه درینا به کشتن داد. ستوان دوم پراچک در جبهه روسیه اسیر شد و به من 2000 کرون بدهکاره. سروان ویشترله که به من همین مبلغ رو بدهکار بود به دست سربازای خودش در راواروسکا کشته شد. ستوان ماچک که الان دست سربستانی ها اسیره 1500 کرون به من بدهکاره. از اینها خیلی دارم. یکی در کارپات کشته میشه، یکی در سربستان توی رودخونه غرق میشه، یکی توی یک مریض خونه در مجارستان میمیره، و هیچ کدوم به فکر پولی که به من بدهکارن نیستن. حالا میبینید من چه دردی دارم. میبینید که اگه پافشاری نکنم و سختگیر نباشم آخر جنگ ورشکست میشم. لابد میگید که در مورد شما جای نگرانی نیست، چون پشت جبهه هستید، ولی بفرمایید. دفترچه‌اش را جلوی چشم کشیش عسکر آورد. خودتون بخونید. کشیش عسکر ماتیاس در گذشته در تاریخ در بخش وبایی‌های بیمارستان. آدم دردشو کجا ببره؟ کسی که 1800 کرون به من بدهکاره و با خیال راحت میره برای سربازهای مبتلا به وبا مراسم تدهین واپسین انجام میده. کشیش عسکر گفت وظیفش بوده آقای عزیز، فردا من هم باید مراسم تدهین واپسین برگزار کنم. شایک افسود و توی یک سوراخ پر از وبایی مثل همینجا. شما میتونید همراه ما بیاید تا به چشم خودتون ببینید آدم فداکار یعنی چه. مرد طلبکار همچنان پافشاری کرد.
آقای کشیش اسکر، باور کنید من در وضع فوق‌العاده نامطمئنی هستم. مثل اینکه واقعا این جنگ در گرفته که همه بدهکاران منو از صفحه روزگار محو کنه. شوایک گفت وقتی شما سرباز بشید میدونید که حالا غیر نظامی ها رو به سربازی میبرن و وقتی به جبهه برید من و جناب کشیش اسکر برای شما یک نماز مخصوص میخونیم و دعا میکنیم که خداوند به یاد شما بیفته و با اولین گلوله توپ شرمپل که از خط دشمن میاد حسابتون رو تسویه کنه. مرد سنج گفت آقای کشیش اسکر، موضوع جدیه. خواهش میکنم به مسترتون دستور بدید که در کار ما دخالت نکنه. من علاقه دارم هر طور هست با هم به یک توافق برسیم. شوایک گفت ببخشید جناب کشیش اسکر، اگه بخواید من در کار شما دخالت نکنم باید خیلی صریح به من دستور بدید. تا وقتی دستور ندادید من مجبورم از منافع شما دفاع کنم. این وظیفه هر سرباز شرافتمنده. این آقا میخواد به رضا و رغبت از این خونه بره بیرون و حق هم داره. از این تصمیمش خوشم اومد، چون در این جور مواقع من بیشتر دوست دارم رفتار مؤدبانه ای داشته باشم. کشیش اسکر طوری حرف زد که انگار متوجه حضور طلبکار خود نیست. شایک عزیز، این موضوع داره کم کم حوصله‌ام رو سر میبره. من خیال میکردم که این مرد میتونه سر ما رو گرم کنه، برای ما لطیفه های بامزه حکایت کنه. حالا میبینم که از من میخواد نگذارم شما در کارها دخالت کنید، در حالی که باید فهمیده باشه که بدون شما هیچ کاری در این خونه صورت نمیگیره. در یک چنین شبی، شب یک مراسم مذهبی اینقدر مهم که برای من یک مراقبه و مکاشفه مطلق و یک توجه کامل به ذات پروردگار ضروریه، این آدم اومده برای چند صد کرون بیقابلیت مزاحم شده. این مرد منو از امتحان وجدان و باطن مانع میشه، از توجه خداوند بازم میداره و مجبورم میکنه که برای آخرین بار به اطلاعش برسونم که امروز از من چیزی دستگیرش نمیشه. تصمیم دارم دیگه با اون حتی یک کلمه حرف نزنم. امشب که برای ما باید شب مقدسی باشه داره به کلی ضایع میشه. شوایک شما به اون بگید آقای کشیش اسکر نم پس نمیده. شوایک این کلمات را به صدای بسیار بلند زیر گوش طلبکار ادا کرد، ولی او خونسرد بر جا باقی بود. کشیش اسکر گفت شوایک از آقا بپرسید خیال داره چه مدت دیگه اینجا بمونه؟ مرد گفت تا وقتی تمام پولم رو بگیرم. کشیش اسکر از جا برخاست، به طرف پنجره رفت و گفت در این صورت اونو به شما میسپارم شوهاک، هر کاری دلتون میخواد با اون بکنید. شوهاک پنجه به شانه طلبکار انداخت و دستور داد لطفاً دنبال من بیایید آقا، باید یک دفعه دیگه از در بیرونتون کنم. همه وقایع خوب باید سه دفعه اتفاق بیفته. بعد با یک حرکت سریع و نرم کار ساعتی پیش را تکرار کرد، در حالی که کشیش اسکر با انگشت روی شیشه پنجره یک مارش عزا را ضرب گرفته بود. شب اختصاص یافته به مکاشفه و مراقبه با اتفاقات گوناگونی گذشت. کشیش اسکر با چنان همت و شوقی روح را به طرف ذات پروردگار سوق داده بود که بعد از نصف شب هنوز صدای این آواز از آپارتمان بلند بود. وقتی ما سربازان دهکده را ترک می کنیم دختران زیبا سر راه من عشق می ریزند. سرباز پاک دل شوایک با صدای خود آواز اربابش را همراهی می کرد. دو نفر نظامی بودند که بایستی برای آنها مراسم تدهین واپسین انجام می شد. یک نایب سرهنگ سال خورده و یک کارمند بانک، افسر ذخیره.
شکم هر دو را گلوله در جبهه کارپات سوراخ کرده بود و تخت‌های آنها کنار هم بود. افسر ذخیره مصلحت دیده بود که از مافوقش تقلید کند. سرهنگ با یک حساب دقیق تقاضای تدهین واپسین کرد. امیدوار بود که دعاهای کشیش به او در بازیافتن سلامت کمک کند، ولی شبی که قرار بود فردای آن کشیش عسکر بیاید هر دو مردند. شوایک وقتی در دفتر بیمارستان شنید که این دو نفر دیگر به چیزی احتیاج ندارند، ناراحت و سرخورده گفت: میبینید جناب کشیش عسکر، این همه قوغا را انداختیم برای هیچ و پوچ. این دوتا فلک زده تمام زحمت ما رو به باد دادن. اما راجع به قوغا که شوایک می گفت هیچ مبالغه نمی کرد. یک کالسکه روباز گرفته بودند. تمام طول راه شوایک زنگ را تکان می داد و کشیش عسکر که بطری روغن متبرک پیچیده در حوله سفید را در دست داشت، حین عبور آبرین را که با احترام می ایستادند و کلاه از سر بر می داشتند تقدیس می کرد. با وجود سر و صدای جهنمی که شوایک با زنگ در می آورد، جمعیت زیادی نبود. بچه ها دنبال کالسکه می دویدند و وقتی یکی از آنها پشت کالسکه سوار می شد، سایرین خبر این بار اضافی را به سورچی می دادند. فریادهای این بچه های ولگرد با صدای زنگ در هم می آمیخت و صدای برخورد شلاق سورچی به پشت کالسکه قطع نمی شد. در خیابان ودیکوآ یک سرایدار که مدتی دنبال کالسکه دویده بود عاقبت به آن رسید، بالا پرید و از جانب کشیش عسکر تقدیس شد. وقتی پرید پایین دستش را روی سینه به علامت صلیب بالا و پایین برد، توف به زمین انداخت و گفت: خداشون رو مثل شیطون میدونن، آدم از دویدن ذات الجنب میگیره تا به گردشون برسه. صدای زنگ اسب کالسکه را تحریک میکرد، مثل اینکه خاطرات موروثی را در این حیوان زنده میکرد، زیرا سر را مرتبا عقب میبرد و قیافه اسبی را میگرفت که میخواهد با صدای زنگ قدمهای موزون رقص برداره. کشیش عسکر در دفتر بیمارستان به حل و فصل جنبه مالی اقدام خود اکتفا کرد. به مسئول دفتر اعلام کرد که تدارکات ارتش مبلغ 150 کرون بابت حق القدم و روغن تبرک شده به وسیله اسقف اعظم به او بدهکار است. ادعای کشیش عسکر موجب بگو مگوهای تندی بین او و فرمانده بیمارستان شد. کشیش عسکر چندین بار مشت روی میز کوبید و فریاد زد: سروان، شما نباید تصور کنید که تدهین واپسین مجانی به راه رضای خدا انجام میشه. وقتی به یک افسر سوار نظام مأموریت میدن که در یک مؤسسه اصلاح نژاد اسب خدمت کنه، باید حق و حقوقش رو بپردازن و این کاملا مشروعه. متاسفم که دو نظامی مجروح شما نتونستن منتظر تدهین واپسین بمونن، ولی اگه زنده مونده بودن مراسم برای شما 50 کرون گرونتر تموم میشد. در این احوال شوایک در اتاق عمومی بیمارستان انتظار اربابش را میکشید. شیشه روغن متبرک موجب کنجکاوی و بحث حاضران شد. یک سرباز اظهار عقیده کرد که این روغن برای پاک کردن تفنگ‌ها و سرنیزه‌ها خیلی می‌تواند به درد بخورد. یک سرباز وظیفه جوان اهل ناحیه‌ای از جلگه مرادی به رفقایش التماس کرد که صحبت را عوض کنند و کاری به کار اسرار مذهبی نداشته باشند. می‌گفت وظیفه یک مسیحی خوب اینه که امیدوار باشد. یک سرباز ذخیره سالخورده زیر چشمی نگاهی به سرباز جوان انداخت و گفت: بله، امیدوار باش که یک گلوله شرامپل سرت رو از بدنت جدا کنه. هرچی به ما گفتن همش حرف مفت بوده. توی ولایت ما یک دفعه یک وکیل از حزب مذهبیون اومده بود که مدتی از صلح الهی که بر تمام زمین سایه انداخته حرف زد و گفت که
خدا با جنگ مخالف است و دلش میخواهد که مردم همیشه در صلح زندگی کنند و هم دیگر را مثل برادر دوست داشته باشند. چه حرف مهملی! الان در بهبوهه جنگ هستیم و چی میبینیم؟ در تمام کلیساهای تمام ممالک کشیش‌ها برای موفقیت سلاح‌ها دعا می‌خونند. به خداوند به چشم رئیس یک ستاد ارتش جهانی نگاه می‌کنند که عملیات در تمام جبهه‌ها رو در آن واحد اداره می‌کنه. توی همین مریض‌خونه من چقدر کفن و دفن نظامی دیدم، چقدر گاری‌های پر از دست و پای قطع شده دیدم. یک سرباز دیگر گفت: سربازها رو لخت خاک می‌کنن، اونیفورما رو برای پوشوندن تن زنده ها نگه می‌دارن. شوک به میان صحبت آمد و گفت: همه اینها تا روز پیروزیه. یک گروهبان از روی تختش گفت: یک مستر مثل تو از بردن جنگ حرف می‌زنه؟ اگه کار دست من بود همه شما مسترها رو می‌فرستادم جبهه، توی سنگرها می‌فرستادمتون، می‌فرستادم برید جلوی سرنیزه‌ها و مسلسل‌های دشمن اسب بتازید، همونطور که ما رو فرستادن توی سوراخ سنبه‌ها مینداختمتون، روی زمین مینگذاری شده می‌رقصوندمتون. اینها پشت جبهه راحت نشستن، دوست ندارن برن جبهه خودشونو به کشتن بدن. این آقایون از ما زرنگ‌ترن. شوهاش گفت: به نظر من هیچ چیزی قشنگتر از این نیست که شکم آدم رو با یک سرنیزه سوراخ کنن و اونقدرها بد نیست که یک گلوله به شکم آدم بخوره یا با یک گلوله توپ تن آدم تیکه تیکه بشه. تا سرت رو بجنبونی ببینی پاها و دستها هر کدوم از یک طرفی رفتن. آدم فرصت میکنه که پیش از این که بفهمه چه به سرش اومده بمیره. سرباز وظیفه جوان آهی کشید. تأسف می‌خورد که آنقدر جوان است و از خود می‌پرسید که چرا در قرنی به دنیا آمده که در آن جوانان را برای قصابی مثل گاو و گوسفند به مسلخ می‌برند. معنای این ماجرا چیست؟ یک سرباز که در زندگی غیر نظامی آموزگار بود گفت: بعضی دانشمندان وقوع جنگ ها رو با ظهور لکه های روی خورشید توجیه می کنند. یک لکه روی خورشید همیشه علامت یک بدبختی بزرگ برای بشریته. فتح کارتاژ. گروهبان حرف او را برید: دانشت رو برای خودت نگه دار، بهتر یاد بگیری اتاقتو تمیز جارو کنی، امروز نوبت توه. این مزخرفات لکه‌های خورشید رو خیلی شنیدیم. خاطر جمع باش، لکه‌های خورشید نمیتونن ما رو از این دخمسه‌ای که توش افتادیم نجات بدن. شوایک گفت: لکه‌های خورشید هیچ مزخرف نیست. یک دفعه من یکی از این لکه‌ها رو دیدم و همون شب در دکه بانزت در سوسل کتک مفصلی خورد. از اون موقع هر وقت تصمیم دارم جایی برم خورشید رو نگاه میکنم ببینم لکه نداشته باشه. اگه داشته باشه خداحافظ بچه ها، پا از خانه بیرون نمیگذارم. از برکت همین ملاحظه کاریه که هنوز زندم. یادتون نیست اون آتش فشان مونپله که جزیره مارتینیک رو زیر و رو کرد؟ درست پیش از آتش فشان یک پروفسور یک مقاله در روزنامه سیاست ملی نوشته بود که میگفت یک لکه بزرگ روی خورشید دیده و خیلی زود یک بدبختی بزرگی اتفاق میفته. اما روزنامه به موقع به جزیره نرسید و مردم بیچاره شدند. چرا؟ برای اینکه پستخانه خر تو خر بود. کشیش اسکر که در دفتر بیمارستان هنوز مشغول چانه زدن درباره حق القدم خود بود، به یک نماینده انجمن بانوان متشخصه طرفدار تعلیم و تربیت دینی سربازان برخورد. پیرزن بد قیافه کریه المنظری که هر روز صبح به بیمارستان می آمد و بین بیماران و مجروحین تصاویر مقدسین دوزی می کرد. تصاویری که سربازان تا او سر برمی گرداند در سلفدان می انداختند. این پیرزن سربازان را تشویق می کرد:
صمیمانه از گناهان خود استغفار کنند و به سوی بهتر شدن گام بردارند تا خداوند پس از مرگشان رستگاری جاودان نصیبشان کند. رنگ پریده و متأثر مدت مدیدی با کشیش عسکر صحبت کرد. می گفت که جنگ اثر نامساعدی بر روحیه سربازان می گذارد. به جای تعالی جوانان به طرف یک سطح معنوی بالاتر از آنها حیوانات بیشعوری می سازد. گله می کرد که در سالن پایین سربازان به او شکلک در می آوردند و زن نیکوکار را موی دماغ و خشک مقدس می خواندند. واقعا وحشتناک آقای کشیش عسکر، ملت فاسد شده. و دنبال کلامش توضیح داد که برداشت او از تعلیم و تربیت دینی سربازان چیست. فقط سربازی که به خدا معتقد است و ایمانی عمیق دارد با شجاعت به خاطر امپراتورش می جنگد و از مرگ هراسی به دل راه نمی دهد، چون می داند که بهشت در انتظار اوست. اگر کشیش عسکر قاطعانه و دور از هر گونه ظرافت از او اجازه مرخصی نگرفته بود، سخنران خستگی ناپذیر هرگز خطاوش را تمام نمی کرد. کشیش عسکر به سالن پایین آمد و فریاد زد: شوک، راه بیفتید بریم. چند دقیقه بعد کالسکه آنها را البته بدون قوقا به طرف خانه برد. کشیش عسکر گفت: دیگه محال زیر بار اینجور مراسم برن سراغ یک نفر دیگه. برای رستگاری هر روح گناهکاری باید مثل مشتریهای میدون چونه بزنن. اینها هم فقط به فکر حسابهای خودشون هستن، دزدهای متقلب. باز چشمش به شیشه روغن متبرک که شوهک در دست داشت افتاد. در هم رفت و گفت: از این روغن میتونیم برای برق انداختن کفشامون استفاده کنیم. بهترین مصرفش همینه. شوهک گفت: میخوام یه کمی هم بذارم به قفل در. وقتی شبها برمیگردید این قفل خیلی سر و صدا میکنه. به این ترتیب بود که مراسم تدهین واپسین بدون اینکه برگزار شده باشد پایان گرفت. 14 شوایک مصدر ستوان لوکاش. 1 خوشبختی شوایک دوامی نداشت. سرنوشت کجرفتار به رابطه دوستانش با کشیش عسکر به طور ناگهانی پایان داد. اگر کشیش عسکر تا اینجا آدم دلنشینی به نظرمان رسیده است، واقعی که اکنون شهر می دهم از آنهایی است که او را از چشم ما می اندازد. در واقع کشیش عسکر شوایک را به ستوان لوکاش فروخت، یا بهتر بگوییم او را در بازی ورق باخت، همان کاری که در گذشته در روسیه با بردگان می‌کردند. این حادثه به طور کاملا غیر منتظره ای اتفاق افتاد. در یک اجتماع افسران در خانه ستوان لوکاش بود که مهمانان 21 بازی می‌کردند. ارباب و صاحب اختیار شوایک که تمام موجودی خود را باخته بود و دیگر نمی‌دانست با چه پولی به بازی ادامه بدهد، پرسید: چقدر حاضرید به اعتبار مصدرم شوایک به من قرض بدید؟ یک قهرمان حماقت و یک آدم بسیار جالب و در نوع خودش بی‌نظیره. هیچ کس تا حالا همچه مصدری نداشته. ستوان لوکاش جواب داد: من حاضرم 100 کرون به تو قرض بدم، اگه تا حد اکثر پس فردا پس ندی باید مصدر بی نظیر تو به من رد کنی. مصدر من غیر قابل تحمله. صبح تا غروب نشسته عزا گرفته، تمام وقت برای خانوادش کاغذ می نویسه، از این گذشته هر چیزی جلوی دستش بیفته می دزده. کتکشم می زنم نتیجه نداره. هر دفعه می بینمش یک سیلی بهش می زنم ولی چارش نمی شه. دو تا دندون جلوش شکستم اما انگار نه انگار. کشیش عسکر بی ملاحظه و بی خیال گفت: قبول، یا 100 کرون یا پس فردا شوایک. وقتی 100 کرون را باخت، با قیافه غمزده به طرف خانهش به راه افتاد، زیرا خوب می دانست که امکان ندارد بتواند قرضش را بپردازد. در نتیجه با کمال پستی
خدمتگزار با وفای خود را به مبلغ ناچیزی فروخته بود. هنگامی که از یک تراموای پیاده می شد که سوار تراموای دیگری بشود، فکر کرد کاش لااقل 200 کرون از ستوان خواسته بودم. ولی پشیمانیش بیشتر از تأسفش بود. موقعی که در آپارتمانش را باز می کرد به خود گفت اما واقعا کاری که کردم نفرت انگیزه. حالا چطور می تونم نگاه معصومش را تحمل کنم؟ تا با مسترش روبرو شد گفت شایک عزیز، امروز حادثه یه قریبی اتفاق افتاد. من در بازی ورق بدشانسی فوق‌العاده آوردم. افتضاح کردم. یک دفعه یک آس داشتم، یک دفعه دیگه یک ده، و طرفم که هر دفعه فقط یک کارت سرباز کشیده بود آخر کار 21 شد و این بدشانسی انقدر ادامه پیدا کرد که به کلی لخت شدم. کشیش اسکر لحظه ای در ادامه حرفش مردد مان، سپس گفت عاقبت شما رو باختم پسر جان. 100 کرون به اعتبار شما گرفتم، باید پس فردا پس بدم، و یعنی شما دیگه مال من نیستید بلکه مال ستوان لوکاش خواهید. واقعا قصه دارم. شوهای گفت من 100 کرون دیگه دارم، میتونم به شما قرض بدم. کشیش اسکر با هیجان گفت زود بدید به من، همین الان میبرم قرضشو میدم. جدا شدن از شما برای من کار سختیه. کشیش اسکر به بازیکنان که هنوز سر میز مشغول بازی بودند با لحن فاتحانه ای گفت اومدم قرضم رو بپردازم، یک ورق بدید به من. و وقتی کارت را به او دادند افزود بانک رو میخونم. لحظه بعد فریاد زد چه شانس گندی، یک خال اضافه. در دور دوم هم میخواست بانک را ببرد. کسی که کارت میکشید گفت 20. کشیش اسکر با قیافه گرفته اقرار کرد من 19 دارم، و بلا فاصله 40 کرون باقی موندهش را بازی کرد. وقتی به خانه برگشت مطمئن بود که دیگر هیچ قدرت انسانی نمیتواند شوهایک را نجات بدهد و سرباز پاک دل باید به حکم سرنوشت الزاماً مستر ستوان لوکاش بشود. کاری نمیشد کرد شایک عزیز، با قضا و قدر نمیشه جنگید. هم 100 کرون شما رو باختم و هم خودتون. سرنوشت از من قوی تر بود. من شما رو به چنگال ستوان لوکاش سپردم و روز جدایی ما نزدیک میشه. شایک با آرامش پرسید بانکشون درشت بود یا شما ورق نمی آوردید؟ وقتی آدم ورق بد میاره هیچ خوب نیست، اما خیلی وقتا ورق زیاد خوب آوردن از نیاوردن بدتره، حتی خیلی بدبختیه. در ازدراس یک حلبی سازی بود که اسمش لیودا بود. این آدم عادت داشت که توی یک کافه پشت کافه قرن حاضر ورق بازی کنه. یک دفعه شیطون توی جلدش رفت و به رفقاش پیشنهاد کرد چطوره یه دست 21 رقیق بازی کنیم؟ شروع کردم. بانک دست اون بود. بقیه همه سوخته بودن و به اندازه 20 کرون توی بانک جمع شده بود. ویودا که دلش میخواست سایرین هم مثل اون شانس بیارن گفت اگه یک ورق شاه یا یک 8 بیارم بانک رد میکنم. میتونید تصور کنید که بقیه بازیکنها چه بدشانسی می آوردن. نه ورق شاه و نه 8 در نمی اومد. پول بانک زیاد می شود و تا اون موقع به 100 کرون رسیده بود. هیچ کدوم از قماربازها اونقدر پول نداشتن که بانک رو بخونه. قطره‌های درشت عرق به صورت پیر مرد ویودا نشسته بود. مرتب تکرار می کرد اگه یه شاه یا یک 8 بکشم بانک رو رد می کنه. هر دفعه 10 کرون میگذاشت ولی توی بانک باقی میموند. یک بخاری ساز که چشمش دنبال 150 کرون بانک بود عصبانی شد و رفت خونش که پول بیاره و بانک رو بخونه. ویودا که دیگه حوصله‌اش تنگ شده بود میخواست تا 30 خال ورق بکشه که هر طور شده ببازه، ولی به جای این دوتا آس در اومد. به روی خودش نیاورد، گفت 16 میبره، ولی به خشکی شانس بخاری ساز فقط 15 خال داشت.
غیر از بدشانسی اسمش رو چی میشه گذاشت؟ رنگ ویودا پریده بود. نمیدونست چی کار کنه. سایرین کم کم زیر گوشی غر میزدن که پیرمرد متقلبه و با تقلب گوش مردم رو میبره، در صورتی که اون از همه اونها درست تر بود. 500 کرون توی بانک جمع شده. صاحب کافه دیگه سر جاش بند نبود. پول فراهم کرده بود که طلب آبجو سازی رو بده. پولشو برداشت، اومد سر میز نشست. اول 200 کرون گذاشت، بعد صندلیشو برگردوند و چشماشو بست که شانس بیاره و گفت آیون من بانک رو میخونم، برو بریم برای یک بازی رو راست. ویودای بیچاره حاضر بود دار و ندارش رو بده که این دست رو ببازه. یک هفت رو کرد که نگه داشت و همه متحیر موندن. گل از گل صاحب کافه شکفته بود چون به 21 رسیده بود. ویودا نیز یک هفت دیگه کشید. صاحب کافه گفت حالا یک آس یا یک ده میکشید و از گوشم ضمانت میدم که این دفعه سوختید. همه طوری ساکت بودن که صدای بال مگس شنیده میشد. ویودا ورق رو کشید و برگردوند. فکرشو بکنین که یک ورق هفته سوم. رنگ صاحب کافه کبود شد. تمام پولش رفته بود. رفت به مطبخ و 5 دقیقه بعد شاگردش دوید توی سالن و فریاد زد که بچه ها برن تنابی رو که اربابش با اون خودش رو به چارچوب پنجره دار زده بود پاره کنه. کشیدنش پایین و به حالش آوردن. بازی ادامه پیدا کرد. دیگه هیچ کس پول نداشت. تمام پول بانک جلوی ویودا جمع شده بود که هنوز میگفت اگه یه شاه یا یک هشت بیارم بانک رو رد میکنم، و تمام زورش رو میزد که بسوزه، ولی چون مجبور بود ورق از رو بکشه حتی اگه میخواست نمیتونست از 21 بگذره. سایرین داشتن دیوونه میشدن و چون پول نداشتن قرار گذاشتن که قبض امضا کنن. چند ساعت طول کشید و 1000 کرون جلوی ویودا جمع شده بود. بخاری ساز 1.5 میلیون بدهکار شده بود. زغال فروش سر گذر نزدیک 1 میلیون و دربان کافه قرن حاضر 800,000 و یک محصل تپ 2 میلیون باخته بودن. فقط توی کانیوت 300,000 کرون قبض امضا شده بود. پیرمرد با ناامیدی تمام زورش رو میزد که ببازه. هر چند دقیقه یک دفعه پا میشد، یه جایی میرفت و یکی رو میشوند که جاش بازی کنه، ولی وقتی برمیگشت خبر میشد که باز هم برده. یک دست ورق بازی نو آوردن ولی باز همون وضع بود. وقتی ویودا سر 15 میخوابید اون یکی بیشتر از 14 نمیاد. همه چپ چپ نگاش میکردن و کسی که بیشتر از همه غر میزد یک بنا بود که فقط 8 کرون بازی کرده بود. میگفت که نباید آدمی مثل ویودای پیر رو زنده گذاشت، باید شکمش رو با لگد پاره کرد، بیرونش کرد و مثل یک سگ توی رودخونه غرقش کرد. نمیتونید حال پیرمرد رو مجسم کنید. عاقبت فکری به خاطرش رسید. به بخاری ساز گفت من باید 1 دقیقه برم بیرون، جای من بازی کن. و بدون کلاه رفت به خیابان میلیکوا، 2 تا پاسبان پیدا کرد و به آنها گفت که توی یک کافه چند نفر مشغول قمارند. پاسبانها به اون گفتن که جلو جلو بره به کافه تا اونا دنبالش بیان. تا وارد سالن شد خبرش کردند که در نبودن او محصل تپ بیشتر از 2 میلیون و دربان 3 میلیون باختن و توی کانیوت متجاوز از 500,000 کرون قبض امضا شده است. اما همون موقع پاسبانا ریختن توی کافه. بنا فریاد زد فرار کنین، ولی فایده نداشت، برای اینکه پاسبانا بانک و کانیوت رو توقیف کردن و همه رو بردن کمیسری. زغال فروش مقاومت میکرد و دست و پا میزد. مجبور شدن به زور توی کالسکه گشتی شبانه پلیس سوارش کنن. پاسبانها توی بانک متجاوز از 1.5 میلیارد قبض و 1500 کرون پول نقد پیدا کرد. بازرس پلیس وقتی میزان قمار رو شنید گفت این دیگه واقعا دیدنیه، این کافه رو دست قمارخونه مونت کارلو زده. همه رو تا روز بعد در کمیسری نگه داشتند.
غیر از ویودا که به پاداش لو دادن جرم آزاد شد و وعده دادن که یک سوم مبلغ توقیف شده رو به اون بدن که میلیون ها می شد. به کلی عقل از سرش پرید. صبح زود روز بعد رفت یک دوجین گاف صندوق سفارش داد. اینو میگن شانس در بازی ورق. ولی کشیش عسکر تسلی ناپذیر بود و شواک ناچار به تهیه عرق چای پرداخت. حدود نیمه شب وقتی اربابش را در تخت خواب میخواباند، قمارباز بدشانس همچنان حق حق گریه میکرد. رفیق، من تو رو فروختم، با نهایت پستی فروختمت. به من لعنت بفرست، هر قدر دلت میخواد منو بزن، اجازه میدم منو بزنی. من تو رو به زیر و بم یک سرنوشت ناسازگار سپردم، جرأت نمی کنم توی چشمای تو نگاه کنم. به من لگد بزن، گازم بگیر، منو بکش. من مستحق همه اینها هستم. میدونی من چه جور آدمی هستم؟ سپس در حالی که چهره خیس از عشق را به بالش می فشرد، با صدایی ضعیف و ملایم افزود: من یک آدم بی غیرت بی آبرو هست. و بلا فاصله به خواب رفت. روز بعد در حالی که کوشش می کرد با شوایک چشم در چشم نشود، صبح خیلی زود از خانه بیرون رفت و شب دیر وقت برگشت. سرباز قد کوتاهی را که مستر جدیدش بود همراه آورد. در حالی که همچنان از نگاه شوایک پرهیز میکرد گفت: اونو در جریان وضع خونه و کارهای منزل بگذارید و درست کردن عرق چای رو بهش یاد بدید. فردا هم میرید خودتون رو به ستوان لوکاش معرفی میکنید. شوایک و جانشین او شب را به خوشی با درست کردن عرق چای برای خودشان گذراندند. صبح سرباز کوتاه قد در حالی که به زحمت روی پاهای خود بند بود، شروع کرد به خواندن تصنیف‌های عامیانه وقیع. شوایک به شاگردش گفت: با این استعدادهایی که تو داری، مطمئنم مورد پسند آقای کشیش عسکر قرار می‌گیری. اما روز سرباز پاکدل شوایک برای اولین بار چهره منور از صداقت و شرافت خود را و ارباب جدیدش ستوان لوکاش نشان داد. گفت: با عرض بندگی به استحضارتون میرسانم سرکار ستوان، که شوایکی که جناب کشیش عسکر کاتس در قمار به شما باختن من هستم.